تعمیر کار گرامی، این برنامه جهت تسریع در ایبیابی مجموعه کمک مند تهیه گردیده. امید است مثمر ثمر واقع شود. در ابتدا شرایط پذیرش گارانتی سیستم تعلیق خودرو مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت مشاهده موارد زیر، خودرو شرایط گارانتی را ندارد. 1. دوگان سوز کردن غیر شرکتی خودرو. 2. تغییر ارتفاع خودرو. 3. اسپورت نمودن رینگ و تایر. توجه داشته باشید رینگ و تایر بایستی طبق استاندارد خودروساز باشد. پس از پذیرش گارانتی خودرو، بررسی مجموعی کمک فنر در دو بخش، کنترل وضعیت ظاهری و کنترل عملکرد کمک فنر با توجه به اظهارات مشتری صورت می‌پذیرد. در کنترل وضعیت ظاهری خودرو، موارد زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. وضعیت ظاهری آج تایرها و میزان فشار باد تایرها کنترل گردد. در مرحله آخر کنترل ظاهری، موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد. 1. بازدید کامل جلوبندی و اکسل عقب شامل طبق، پیچها، سیبک و بوش طبق. 2. جعبه فرمان شامل سیبک و بازوی فرمان و همچنین بوش. 3. در مرحله آخر بوش های میل تعادل. سپس بوش های اکسل عقب مورد بررسی قرار گیرد. بررسی سفت بودن پیچ های چهار شاخ واسطه فرمان. دو، بازدید از چرخ ها. چرخ های خودرو نباید دارای لقه جانبی باشد. 3. بررسی اتصالات کمک فنر جلو و عقب. در بررسی اتصالات کمک فنر عقب، صفر بودن پیچ های نگهدارنده کمک فنر عقب به اکسل و پیچ بالای کمک فنر مورد بررسی قرار گیرد. در قسمت کمک فنر جلو، صفر بودن پیچ پایینی نگهدارنده کمک فنر، بست نگهدارنده شلنگ ترمز، پیچ بالای کمک فنر و پیچ کلاهک مورد بررسی قرار گیرد. 4. کلاهک یا توپی سر کمک فنر مورد بررسی قرار گیرد. دقت شود نقطه نشانگر به سمت موتور باشد. همچنین در صورت مشاهده پارگی کلاهک تعویض گردد. حال کمک فنر را از نظر روغن زدگی کنترل می نماییم. در صورتی که نشتی روغن بر روی بدنه بیرونی کمک فنر از محدوده بالای کمک فنر تا پایین نشیمنگاه فنرلول مشاهده شود، کمک فنر جهت بررسی بیشتر از خودرو دمونتاژ گردد. در صورتی که روغن زدگی مربوط به کمک فنر باشد، میبایست در تست دستی خلاصی ناشی از روغن ریزی حس گردد. در این صورت کمک فنر را تعویض نمایید. چنانچه بخارات روغن در قسمت بالایی کمک فنر که ناشی از کارکرد آن میباشد مشاهده گردد، نیاز به تعویض نمی باشد. لازم به ذکر است میله کمک فنر نیز مورد بررسی قرار گیرد. در اثر جسم خارجی مانند امرقفلی آسیب ندیده باشد. در صورت مشاهده آسیب دیدگی میله، کمک فنر شرایط گارانتی را ندارد. حال به مبحث خلاصی می پردازیم. خلاصی عبارت است از عدم حرکت یک نواخت میله پیستون در هنگام بالا و پایین رفتن.
برای تشخیص خلاصی ابتدا بایستی کمک فنر هواگیری شود. نحوه هواگیری به این طریق می باشد. ابتدا میله کمک فنر را تا انتها بالا کشیده، سپس کمک فنر را وارونه کرده و میله کمک فنر را تا انتها جمع می کنیم. این عمل 3 بار پشت سر هم انجام می گیرد. پس از هواگیری میله را به سمت پایین حرکت می دهیم، سپس بلا فاصله با سرعت به سمت بالا می کشیم. اگر در این عمل حرکت پلکانی بیش از حد مجاز بود، خلاصی محسوب می شود. جهت کنترل لقی چرخ جلوی اکسل جلوی پراید، جلوی اتومبیل را بلند کرده و با تکان دادن لاستیک در نقاط بالا و پایینی لقی بلبرینگ چرخهای جلو را امتحان کنید. مراقب باشید که سیبک بازوی پایین شل نباشد. چرخ را با دست و به سرعت بچرخانید. دقت کنید که چرخ به نرمی و بدون صدای غیر عادی بچرخد. مراقب باشید که سیبک طبقه پایین شل نباشد. سیلند ترمز چرخ را باز کرده، ساعت اندازه‌گیری را روی توپی چرخ گذاشته و سپس آن را در جهت محوری فشار داده و بکشید. بدین ترتیب میزان لقی انتهای بلبرینگ چرخ را امتحان کنید. اگر میزان لقی بیش از 11 میلیمتر باشد، لقی اولی را تنظیم کرده و یا بلبرینگ را تعویض کنید. جهت عملیات دمونتاژ، ابتدا مجموعه را بر روی فیکسچر می‌بندیم. سپس آن را در زیر پرس قرار داده و بلبرینگ را به همراه توپی از مجموعه فلنج جدا می‌کنیم. جهت دمونتاژ کنس بلبرینگ، فیکسچر را در زیر کنس بر روی توپی قرار داده و مجموعه آن را در زیر پرس قرار می‌دهیم. کنس بلبرینگ از توپی، کنس بلبرینگ را بر روی انتهای بلبرینگ و بر روی مجموعه فلنج قرار می‌دهیم. سپس مجموعه را در زیر پرس قرار داده و با فشار پرس و وسیله دریفت بلبرینگ را به طور کامل از فلنج خارج می‌کنیم. در مرحله مونتاژ بلبرینگ جدید را در داخل فلنج قرار داده و مجموعه را در زیر پرس قرار می دهیم و با فشار پرس آن را در فلنج مونتاژ می کنیم. جهت مونتاژ بلبرینگ به فلنج بایستی از دریفت مخصوصی استفاده کنیم که بر روی لبه های بلبرینگ فشار وارد کند و بر روی قسمت میانی فشاری وارد نکند. سپس مجموعه دیسک و توپی و فلنج را بر روی هم قرار داده و با فشار پرس آنها را به هم مونتاژ می‌کنیم. در مرحله انتهایی خار رینگی را بر روی مجموعه مونتاژ می‌کنیم. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.